آقای بانوان اشاره کردی که بانک شاهی بسته شد و شرکت نفت هم ملی شد و اینا رو هر دو رو به عنوان یک فاجعه عنوان کردی، درسته؟ بله، برای کشور هر دو فاجعه است. بانک شاهی که ما الان صحبت میکنیم الان بزرگترین بانک دنیا است، هنگ کنگ شانگهای بانکینگ کورپوریشن HSBC، هم بانک شاهیه. این بانک ستون فقرات اقتصادی ایران بود، یعنی تمام اون موقع نمیدونم 24 تا شعبه داشت قبل از اینکه تعطیل بشه، در 24 شهر شعبه داشت. تمام این به اصطلاح سیستم اقتصادی ایران با یک اصول بانکی درست انگلیسی داشت اداره میشد، البته مدیریتش ایرانی بود، ولی خب در انگلستان هم یه مدیریت داشت که خط مش می‌گرفتن، ولی کارهای داخلی رو خود ایرانی ها انجام میدادن، تمام ایرانی ها انجام میدادن. و از بین بردن این بانک با اون شکل آثار خیلی خیلی سنگینی روی اقتصاد گذاشت. تمام بی اعتبار شدن تجار بود، اعتبارنامه های بانک های دیگر رو قبول نمی کردن در خارج، این لتر اف کردیت که میگن اعتبارنامه برای وارد کردن جنس ارزش نداشت. شرکت نفت از یه طریق دیگه که ما بالاخره نفت میفروختیم، اون نفت هم قطع شد. کشورهای عربی هم نفتشون رو که ملی نکردن، برای اینکه دیدن نمیصرفه ملی کنن، از بین میره. 40,000 کارگری که در اونجا نون میخوردن بینون موندن، اون چند هزار نفر خارجی که تکنسیان ها بودن، مهندسین بودن، خب اونا هم اومدن از کشور خارج شدن. البته یه دیگه هم خارج شدن، یه تعدادی هم لیستی تهیه کردن خارج کردن، مثلا از دربار اشرف بنا بود بره، یا های گالستیانی بود باید اون میرفت، یه در اینجا خارج کردن از کشور، اونایی که دوستدار انگلیسی بودن. ولی این اساسا تصمیم درستی نبود، ولی چون تصمیم گرفته شده بود، به اجرا در آمده بود و مردم واژه ملی رو با یک دیده با عرق ملی نگاه میکردن، اون وسط جامعه و در انتخابات دوران نابسامان بود، خب اهمیت خاصی داشت که مصدق با اینکه فهمیده بود چه اتفاقی افتاده، سعی میکرد یک طوری با امریکا یا کنار بیاد که اونا جبران این موافقت بکنن. من ایزه میخوام با تماشاگران یه مسئله رو مطرح بکنم. خانم ها آقایان توجه داشته باشید، من میدونم که مسائلی که آقای دکتر بانبان دارن مطرح میکنن مسائلی است که شما بعضیاتون از نظر دیدگاه های شخصی خودتون 100% باش مخالف هستین و هزار گونه نسبت به آقای بانبان خواهید داد، هزاران مسئله رو بررسی خواهید کرد و میگید نه اینطوری نیست به دلیل علاقه و شخصیتی که داشتید یا اون پیش ذهنی ها، پیش داوری ها و اطلاعاتی که قبلا داشتید فکر میکنید درسته. ولی آنچرا که آقای دکتر بانبان دارن مطرح میکنن من مطمئن هستم همش مستنده و ایشون بدون هیچ نظر، بدون هیچ قضاوت شخصی، ایشون دارای دیدگاه های شخصی هم هستن، بنده هم هستم، ولی به عنوان ژورنالیست وقتی میشینم اینجا سعی میکنم خونسا باشم و من مطمئن هستم که ایشون در این مورد خونسا هستن و عین حقایق تاریخی رو که ایشون بهش دسترسی داشتند دارن عنوان میکنن. خب پس ادامه دیم از بعد از اینکه بانک تعطیل شد، بانک شاهی تعطیل شد، شرکت نفت هم تعطیل شد. معاون خانم لمتنی که خدمتتون عرض کردم، دکتر رابین زهنر، به خاطر همون معتاد بودنش کم حوصله هم شده بود، بدون اینکه به خانم لمتن بگه درخواست میکنه که به نظر او بعد از یک بررسی که با مردم ایران یا گروهان و نهادها و انجمنهایی که در کشور هستن انجام داده، همه به این امیدن که یک نیروی قهرانه به صورت ضربه حکومتی که کودتا باشه بیاد اوضاع رو در ایران درست کنه، که خانم لمتن اعتقاد نداشت به ضربه حکومتی. در اون ضمن رشیدیان ها هم یک مجزا خبر میدن که چنین نیست، چون رشیدیان ها تونسته بودن چه بعضی از روزنامه ها رو و بعضی از شبنامه ها رو داشته باشن. شبنامه خوبیش این بود که هرچی میخواستن می نوشتن بدون امضا، هیچ کسی مسئولیتی نداشت، هیچ کسی نداشت. و کسانی که مثل مکی و کاشانی و آیت الله کاشانی اومده بودن در طیف همین برادران رشیدیان، گروه رشیدیان. در اون موقع یک اتفاقی افتاد که پیشبینی خانم لمتن درست بود. دکتر مصدق وقتی اوضاع داره ناآرام میشه و نظامیان هم به اصطلاح بجز اون چند به اصطلاح طیفی که طرف خودش بودن که داشتم زیاد بود، البته دید که ممکنه اوضاع از دستش بره، گفت رفت پیش شاه، درخواست کرد که نخست وزیر یا پست نخست وزیری در واقع باید فرماندهی کل قوا هم داشته باشه. پادشاه برمیگرده میگه پس میگه من چمدانمو بعدم از کشور برم دیگه، دفعه بعد نمیخوای. مصدق نه نمیگه، ولی اینجوری سرش اینجوری میندازه، یعنی توافقم که این کار انجام بگیره و البته موافقت نکرد. مصدق
بعد از اون جریان استعفا میده، به اصطلاح چون شاه گفته بود شما نمیتونید، تهدید میکنه بسیار، اگه من برم مثلا اوضاع به هم میریزه و اتفاقا اوضاع ناآرام شد. در اون موقع جولین امری یکی از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه انگلستان در پاریس بود، قوام میره ایشونو میبینه پاریس، دوبار دیدار میکنه باش در خونه خود جولین امری، میگه من میتونم شاه متقاعد کنم که منو نخست وزیر بکنه، در جانشین مصدق بشم، اما حمایت شما رو میخوام. اونا میگن ما حمایت به اصطلاح شفاهی میتونیم بکنیم، ولی در دخالت در کشور شما اگه بخوایم بکنیم بگی نخست وزیر از اول، در این اوضاعی که اونجاست تمام این استخوان بندی به هم میخواهد ریخت، ما نمیتونیم این کار بکنیم، ولی بدونید اگر رفتید و کاری انجام شد ما مخصوص وزیر شدی ما شما رو حمایت. این البته یک تریک خیلی ساده سیاسیه که کشورهای غرب به هر کی رو که ببینن این حرفو میزنن که ما از شما حمایت میکنیم. وقتی که شاه با اینکه با قوام روابط خوبی نداشت قبول کرد که قوام بیاد نخست وزیر بشه، و وقتی که قوام اومد خواست نخست وزیر بشه، توده ای علیه مصدق در اومدن، یعنی بلافاصله طیفشون به اصطلاح به اومد به طرف قوام. قوام گفت که نارامیایی در شهره و من نمیخوام نیروی پلیس و اینا رو به کار ببرم. شاه گفت نه، هر کی نظم به هم میزنه شما نیروی قهرانه به کار ببرید، و نیروی قهرانه باعث شد که یه عده کشته شدن و مصدق از جایگاه از پایگاه خود از جایگاه خودش اعلام کرد دیدیم در نبودن من این مردم رو دارن میکشن، البته یه عده میگن کشته شدن، تعداد زیاد نبود ولی کشته شدن. طوری بود که قوام مجبور شد از خودش رو بازنشسته کنه، استعفا بده، نه بازنشسته بده، از کنارگیری کنه. در اون موقع ورنون والتر یکی از اشخاصی که برای شرکت‌های آمریکایی در ایران با شرکت‌های نفتی ایران، شرکت نفت ایران در گفتگو می‌کرد و عضو سیاسی هم بود، البته عضو جوز بود، بعداً ورنون والتر اومد یک عضو ارشد شد، گفت که در این نارمی‌هایی که من می‌بینم این مسئولین چه در طیف راست چه در طیف چپ چه نظامیان خیلی پراکنده افکارشون، و اگر به یک اینو جنبندی نکنیم نه تنها اینا کشور چمپاره میشه، دوباره روسا وارد خواهند شد و به اصطلاح ماجراهای کردستان و آذربایجان رو به وجود خواهند آورد، لذا ما احتیاج داریم که جانشینی که باید بیاد، حالا هر کی باید بیاد، یک نیروی نظامی باشه. این در فکرش بود و در اون موقع سپهبد فضل الله زاهدی با امریکایی‌ها در تماس مستقیم نبود، البته یک ارتباطاتی بود به صورت غیر مستقیم، ولی خودش این کار نمی‌کرد. ایشون افسر لایقی بودن، خانواده ایشون همیشه نظامی بودن، خانواده زاهدی به جز پسرشون اردشیر زاهدی که الان در خوشبختانه در قید حیات در سوئیس هستن، و زاهدی خوشنام بود چون کسی نتونسته بود بگه این باج گرفته، کسی نتونسته بگه این آدم نادرستیه، و در وطن جنگ کرده بود چندین بار در زمانی که هنوز قاجارها بودن، این در جنگ‌های سیمیتخو و در جنگ‌های کردستان همه جا شرکت کرده بود، نشانه ذوالفقار رو داشت. جنگ جهانی دوم که آغاز شد و انگلیسی اومدن ایران، یه عده رو گرفتن تبعید کردن، یه عده رو زندانی کردن، مثلا شریف امامی رو گرفتن به عنوان آلمانوفیل، آریانا رو که اون موقع سرنگ منوچهری بود اونو تبعید کردن به عراق، ایشون هم در اصفهان بود، اومدن ایشون هم در اصفهان گرفتن که اصفهان شهر شلوغ شد، گفتن آقا این یک افسر وطن پرست شما گرفتی، ولی انگلیسی‌ها گفتن برای حفظ جانشون ایشونو تبعید می‌کنیم. حالا شما ببینید حفظ جانشون تبعید کردن. زاهدی اصولا مخالف کمونیستا بود، یعنی سپهبد زاهدی که بعدن شد سپهبد موقع سلشکر بود، فکر کمونیستی رو قبول نداشت. با انگلیسی هم خوب نبود، برای اینکه میگفت انگلیسی ها در ابتدا و در انتها فرق نمی کنه، همیشه هستن ولی منافع خودشون رو حفظ میکنن، ولی به ما یه منافعی میرسونن. با همه این حال هیچ به اصطلاح در مقایسه تطبیقی نزدیک به روس و کمونیست ها نمیدونست، خیلی بهتر از اونا میدونست، ولی با اونا رابطه‌ای نداشت. با اون صورت در این بین خودش تشکیلاتی را به اصطلاح ایجاد کرد به نام کمیته نجات وطن، که درباره کمیته نجات وطن که در باشگاه افسران شکل گرفت بعداً خواهیم گفت. انگلستان به وزارت خارجه انگلستان سعی میکرد که با مانورهای سیاسی که در مجلس داره این مشکل نفت رو حل بکنه. سازمان امنیت اعتقاد داشت که این مانورها به درد نمیخوره، برای اینکه نفوذ روسا در مجلس کم نیست، نفوذ دکتر مصدق در اونجا کم نیست، و اگر طرح نظامی نباشه این وسط کار
نتیجه نخواهد داد. ببخشید، سازمان امنیتی که اشاره کردید منظورتون ساواک نیست؟ سازمان امنیت اون ساواک که بعدا ساواک بعد از این ماجرا وقتی امریکا نفوذش رو در ایران زیاد کرد، هم سیستم ارتشش رو عوض کرد و گفت برای جلوگیری از پیشامدهای شبیه 28 مرداد و 26 و 5 مرداد یک تشکیلات امنیتی درست کنن که اداره امنیه‌ای که سابقا اداره امنیه بود تبدیل شد به ساواک، یک سرهنگی به نام سرهنگ مید به نام مید با 4 نفر دیگه از CIA اومدن اون رو درست کردن. یک سال بعدم موساد اومد که اصلا خراب کرد، یه چیز دیگه کاملا درست کرد که اصلا دیگه سازمان امنیتی نبود، یه چیز دیگه بود. دولت مصدق در بیم و حراس بود که نظامی ها یه کاری نکنن، برای این دستور داد 85 تا یا 86 تا از افسران ارشدی که در ارتشن اینا رو دستگیر کنن، من جمله زاهدی رو. زاهدی رفت مجلس، بعد از مدت مجلس بود، مجلس که بسته شد فرار کرد خونه یکی از آشنانش قایم شد، ولی بقیه رو گرفتن، 85 نفر رو فکر کنم گرفتن. این 85 نفر گفتن جرم ما چیه؟ خب ما رو گرفتیم، به چه جرمی گرفتین؟ گفت شما کرنشتون نسبت به فرمانده کل قواست. خب اینا گفتن خب فرمانده کل قوا وظیفه نظامیش که به فرمانده کل قوا کرنش داشته باشیم، ما که به امریکا و روس و نمیدونم انگلستان کرنش نداریم، به پادشاه کرنش داریم. با همه این حال اینا رو گرفتن که فرماندهی این به اصطلاح پستی که خالی میشه افرادی رو بذارن، نظامیان رو بذارن که موافق مصدق باشن، چون حرف آخر رو در اون زمان نظامی ها میزدن. و البته وکیل گرفته بودن اینا، یه دشون رفتن زندان، یه دشون خونه نشین شدن، یه دشون تبعید شدن، یه دشون فرار کردن رفتن. حالا در اینجا مسائلی پیش اومد که به مرحله دوم به کودتا نزدیک داریم میشیم. در این میانی که نظامیان، یه عده از این نظامیان که هیچ کار نمی کردن در بین خودشون صحبت میکردن که ما این نظامی پیدا کنیم اگه بخواد ضربه حکومتی بزنه انجام بده کودتا بکنه، ما طبیعتاً طرف اون میریم، چون الان دیگه مسئله شاه و مصدق و انگلیس و روس و امریکا نیست، کشور ما داره چند پاره میشه، یعنی اساساً این مسئله میشه. روس ها اومده بودن متوجه شده بودن که الان چاره‌ای جز این ندارن که کنار بکشن، فقط توده‌ها رو تقویت کنن اما محرمانه در ارتش نفوذ کنن، و این نفوذ رو به طوری به قدر زیاد کرده بودن که امیدوار بودن که یک ضربه حکومتی بشه ناموفق بشه، نیروهای شاه و نیروهای مصدق که دو نیروی متضاد هستن اینا با هم دیگه بجنگن و بعد از این وضعیت کمونیستا بیان وسط. یه افسری رو به نام عبدالحسین عباسی رو میگیرن، یه سروانی رو میگیرن که مثلا کیفی داشته در دستش و این کیف اسامی 500 افسر ارتش در اونجا بوده. البته این اتفاقی نیست که اینو میگیرن و خدمتتون عرض کنم بچه ها دارن فیلم های زمانه رو پخش میکنن. در این مدت که این 500 تا افسر رو اسامی در میاد، این افسر رو که گرفته بودن ابوالحسین عباسی رو انگلیسی ها توصیه کرده بودن به پلیس، گفته بودن در چه خیابانی خواهد بود گرفتن. تو اون لیستی هم که داشت چیزی نبود، منتها بعد از باجویی ها لیست 500 نفر رو به اصطلاح پیدا کردن. یه مورد دیگه هم هست که خیلی مهمه و الان امروز هم خیلی اهمیت داره که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی روش کار میکنن، وضعیت اقتصادی ایران بود. اون موقع رؤسای بانک‌های ملی و بانک‌های ایران گاهی میرفتن به بانک جهانی و جاهای دیگه که پول خرج کنن، در ضمن درباره اوضاع پولی صحبت کنن. در مسیری که حرکت میکردم، اصلا یه موردش فقط بگم، ابتهاش که وقتی که معاون بانک ملی بود از ایران رفت لندن، از لندن بیاد نیویورک، در این بین که در 3 روزی که در انگلستان بود این اطلاعات کاملی از وضع اقتصادی رو داشت. دولت پول نداره، ارتش پول نداره، شرکت نفت پول نداره، پول بدون پشتوانه چاپ میکنی. خب این ضعفایی که دولت ایران داشت به اینا گفته بود. همچنین وقتی به امریکا رفت این مطالب به امریکایی هم گفت، تا این دوتا از هم خبر نداشتن که هر دو میدونستن وضع اقتصادی ایران به چه صورته. در اون موقع یه صحبت‌هایی هم شد که متأسفانه بعد از درباره 28 مرداد این مسئله رو بی‌نهایت بزرگ کردن. ماجرای کرمیت روزولت. کرمیت روزولت درسته مسئول میز CIA در خاورمیانه بود، اونم به خاطر اینکه یک فامیلش مثلا عموش رئیس جمهور بود. دو نفر دیگه هم البته باش بودن. یکی یه آکادمیسیانی بود به نام دونالد ویلبر که این جامعه شناس بود، خوب و بد جامعه ایران رو میشناخت، و دیگری هم یک برنامه ریز یا فعال سیاسی بود به نام مایلز کاپلند. این سه تا اول در بیروت بودن، بعد اومدن در ایران، فعالیت محدودی داشتن.
کرمیت روزولت وقتی کتابش رو نوشت آنچنان نوشته که اگه ایشون نبود کودتا نمیشد. این کودتا رو کودتا 28 مرداد و یا واقعه 28 مرداد و همه بستگی به خود این داره، چنین نیست. این اضافه گویی زیاد کرده. درباره خانومی هم باید صحبت کرد که کمتر صحبت میشه. این خانم امریکایی بود، بهش میگفتن گربه، یعنی کاترین بود اسمش، فقط قسمت اول نامش به نام کات میگفتن. این خانم مثل خانم لمچن آشنا بود با ایران، هفتیر میبست، خیلی فعال بود، با روحانیان در اون موقع در ارتباط بود. روحانیان همیشه در طیف راست بودن در اون موقع، به اصطلاح با کمونیست‌ها اینا نبودن، در طیف راست بودن، با اونا در ارتباط بود، از اوضاع با خبر بود و گزارش‌هایی که میداد همه این گزارش‌ها به اصطلاح دقیق در اومد. در این موقع پس از این هماهنگی اصولی که بین امریکا و انگلیس پیش اومد و اینا یه پیام غیر مستقیم به وسیله عوامل خودشون به گروه کمیته نجات ایران دادن که ما آمادگی داریم که افراد ما اگر شما کاری انجام بدین، یعنی آقای سپهبدزاده اگه کاری انجام بده، کودتایی بکنه، کاری بکنه، هر کاری بکنه، اینا در کنار خواهم بود. اما این گروه کمیته نجات که من میگم آدمای بزرگی توش بودن. حجازی بود که بعد شد ارتش بود، هدایت بود که بعد شد ارتش بود، عرفه بود، عرفه یه خانواده، عرفه 5 تا پادشاه رو خدمت کردن، یعنی خانواده قدیمی نظامی هستن. خود تیمور بختیار بود که فرمانده ژاندارمری بود، اویسی بود که فرمانده تانک بود در تهران، تنها فرمانده تانک در تهران بود، گیلانشاه بود، فرمانده زرهی کرمانشاه بود، البته بجز اینا آیت الله کاشانی بود، بقایی بود، مکی بود، اینا قسمت اسلام روحانیان بودن، بازاریان بودن، تجار بودن که پول و مردم به اینا گروه میدادن که اینا این فعالیت رو بکنن. یه دم البته تو زندان بودن که اون در گیری های زندان اینا تونستن آزاد بشن و به این گروه کمیته نجات وطن بپیوندن. در این موقع یه اتفاق افتاد، هنوز کودتا انجام نگرفته بود اما این گروه آماده کودتا بود. فضل الله زاهدی میره پیش شاه و جریان رو میگه که این نیرو آمادگی داره این کار رو بکنه و ما میخواییم چیز رو بکنیم. شاه مردد بود، ترس داشت، ترس از مصدق داشت، چون مصدق به سفیر امریکا سابق گفته بود اگه منو بخوان از کارم معذور کنن من کنار نخواهم رفت و امریکایی هم به شاه به اصطلاح پیام داده بودن که چنین چیزی هست. با اکراه و با نارضایی و با شاید کمی بخوام بگم با ترس، یک فرمان عزل مصدق رو صادر میکند، یکی هم حکم نخست وزیری فضل الله زاهدی رو. خودش هم با ملک ثریا سرهنگ خاتم که بعد شد ارتش بود خاتم میرن شمال کلاردشت، منتظر بودن چه میشه. در کتاب هاست که نصری با دو تا ماشین سرباز و جیپ و اینا نصف شب میره خونه مصدق، چنین نیست. نصری با دو تا سرباز فقط میره، دو تا ماشین نه، دو تا سرباز میره اونجا، در رو میزنه 20 دقیقه به اصطلاح نیمه شبه، میگه که این نامه رو آوردم، حکم آوردم و از شما پاسخ میخوام که نامه رو به شما تحویل دادم. اون موقع سرهنگ ممتاز محافظ خانه و شخص مصدق بود، میگه مصدق خوابه، ما نمیتونیم بیدار کنیم. میگه در صورت بیدارش کنید، این واجب امر است، امر ملوکانه من آوردم. میره تو به مصدق میگه، مصدق به ریاهی تلفن میکنه، ریاهی رئیس ستاد بود، ریاهی به ممتاز میگه بگیرین چیزو به اصطلاح نصیر رو بگیرین. در اینجا خب موافقان شاه و موافقان قانون اساسی میگن خب مصدق مجلس رو تعطیل کرده بود، سنا رو تعطیل کرده بود، شرکت نفت رو تعطیل کرده بود، بانک شاهی تعطیل کرده بود، الان حکمی که شاه صادر کرده و عزلش چون انتصابش هم از طریق شاه بود، عزلش هم صادر میکنه، این قبول نمیکنه و اون کسی که پیام آورده اونم زندانی کرده، یعنی این یاغیگریه، یعنی اصلا حکومت داره عوض میشه. در این موقع اتفاقات دیگه هم میافتاد که چرا رئیس سپا ریاهی دستور میده که این خبر، این کسی که نامه رو آورده رو بگیر، نصیری رو مصدق به ریاهی تلفن میزنه، ریاهی به ممتاز دستور میده اینو بگیری، برای اینکه ریاهی هم در رئیس ستاد انتخاب اون رئیس ستاد به وسیله چی شده بود، مصدق شده بود. در این موقع یک مطلبی هست خیلی مهم، رادیو بی بی سی هر شب نزدیک 12 که میخواست بشه میگفت اینجا لندن است، بعد اینجا نیمه شب لندن است و اخبار رو اعلام میکرد، اخبار روز رو. پیام کد برای افراد
مثل رشیدیان و برادران رشیدیان و کسانی که طرفدار انگلیس بودن و گروه‌هایی که می‌خواستن عمل کنن برای شب 28 مرداد این بود که پیام اینجوری از رادیو بی بی سی خواهد آمد: اینجا درست نیمه شب لندن است. دیگه یه درست اضافه کرده بودن، یعنی به جای که اینجا نیمه شب لندن است اخبار چه این رشیدیان اینا وقت چیکار کنن؟ که عملیاتو شروع کنن. عملیاتی که حالا به خودشون مربوطه در قسمتایی که اون گروه‌هایی که وابسته به انگلیسن انجام بدن. این علامت به اسم فرمان حرکت بود. وقتی هم که شاه خبردار میشه که نصیری رو گرفتن، از همون کلاردش پرواز میکنه. وقتی هم که میخواد سوار هواپیما بشه، پدر همین کامبیز عطابای که الان کامبیز عطابای مباشر ملکه فرح هستن در اونجا بوده، ایشون هم میگه من شما بریم، منم اینجا تنها بمونم چیکار کنم. ایشون سوار هواپیما میشین، چارتای میرن اول عراق. در عراق که میرن سفیر ایران نمیاد دیدارشون و این سفیر عراق کسی بوده که دستبوس و پابوس شاه بود، که یه مقامی بهش بده شاه اینو مقام سفارت در عراق داده بود. البته دولت عراق از جان پذیرایی از پادشاه پذیرایی میکنه در پاویلون مخصوص، بعد از اونجا پرواز میکنن به روم. در روم هم بهشون خبر میدن نرین سفارت ایران، چون سفیر ایران شما رو قبول نخواهد کرد. میرن در یه هتل. در اون موقع همین وزیر امور خارجه دکتر مصدق به اصطلاح فاطمی که مخالف خود طبعا شاه بود، در روزنامه‌ای به نام باختر امروز که تقریبا حرف مصدق میزد یا گروه جبهه ملی رو میزد، در اونجا اعلام میکنه که شاه خائن از کشور رفته و ما لازم است که حکومت رو عوض کنیم، نظام رو عوض کنیم. و همون موقع شایگان شعارهایی در دم مجلس میده، زیرکزاده شعارهایی در دم مجلس و جاهای دیگه که طرفدارانش بودن میدن، مجسمه های شعار دارن میارن پایین و شاه دیگه مطمئنه که دیگه به ایران برنخواهد بیاد. زاهدی با عملیاتی که انجام میده با این کمیته نجات وطن کودتا رو انجام میدن. این نیروها رو حالا وارد جزئیات اون کودتا نمیشم چون دیگه جنبه نظامی ماجرا است، ولی از 25 مرداد که دستور داده بود مجسمه های شاه پایین بیارن تا 28 مرداد اتفاقاتی افتاد که بالاخره منجر شد به تسلیم شدن مصدق. مصدق البته سربازاش در اون خونه دفاع کردن، خیلی هاشون هم کشته شدن، مردم هم ریختن خونه هاش غارت کردن، اینا همه بوده، تردیدی نیست. بعدش هم خودش میرفت منزل امینی که بعد شد نخست وزیر. بله. امینی بعد اتفاقا لباس خوبی هم تنش نبوده، از امینی یه لباسی میگیره، تسلیم هم میشه، بعد میره دادگاه. ماجرای دادگاهش هم که مشخصا هست که چه بوده است، که مثلا با فرمان عزل مصدق و انتخاب زاهدی. اما زاهدی که نخست وزیر میشه، زاهدی این قدرت رو داشت که همون موقع اعلام جمهوری کنه، حتی به پسرش هم میگه که اگر من این قدرت رو داشتم، چون محبوب مردم بود. یعنی وقتی اینا میرن مرکز پلیس میخواستن بگیرن، ایشون بوده، پسرشون بوده، با یه نفر دیگه پیاده داشتن میرفتن تو انبوه چند هزار نفری مخالفین و اینا میرن دم شهربانی، همه با مؤسسه روبرینا وایسادن. وقتی ایشون میبرن دیگه تفنگا میاد پایین و ایشون میاد تو. یه عکس معروفی هم هست که بازوش پیرنشو باز میزنه بالا و شروع میکنه فعالیت کردن. فضل الله زاهدی با کمترین خطری که ممکن بود مردم رو تهدید کنه، یعنی کمتر از 300-400 نفر بیشتر کشته نشدن توی این ماجراها. گروه های دیگه هم بودن، فدایان شاه بودن، گروه های مردمی دیگه بودن، انجمن های مختلف بودن، انجمن جوان مردان بود که به آقای همون شبان بختیار گروهش بودن، از این گروه ها بودن که قاطی این ماجراها بودن. اما اصل مهره اصلی که انقلاب رو درست کرد نه امریکا بود، نه روس بود، نه نمیدونم انگلستان بود، اون که تونست با بازوی اجرایی نیروی قهرمان حکومت عوض کنه فضل الله زاهدی بود. فضل الله زاهدی مرد وطن پرستی بود و یک سال در اونجا نخست وزیر شد. شاه از ایشون خوشش نمیاد، برای اینکه مرد راسخی بود. نمونش بگم، دلایل رفتنش رو اعلام نمیکنن چرا رفت سوئیس، ولی مثلا آمریکایی‌ها اومده بودن گفتن باید این اسلحه رو از ما بخرین. خب شاه گفت میخریم. زاهدی میگفت اینا رو نباید بخریم، این به درد ما، باید ببینیم به درد آب و خاک ایران میخوره، آب و هوای ایران میخوره، تکنسنای ما میتونن از اینایی که خریدیم استفاده کنن یا نمیتونن استفاده کنن. لذا پاسخگو بود با و عوام انصاری هم بودن در اون دوره ور که گاهی میمدن حرفای به اصطلاح زهرآگین میزدن به کسی که واقعا تاج بخش بوده است.
در اون موقع هم وقتی که میخواست از ایران بره همه اومده بودن فرودگاه نظامی ها، تیمسار کوپال اومده بود، نمیدونم امینی نیومده بود، نه امینی مقصد نیومده بود، ولی بقیه هم خیلی اومده بودن. این وقتی که میرفت سوار هواپیما شد دیگه میدونست که ایران بر نمیگرده، گفت من میرم برای استراحت و رفت در سوئیس، مود و ایران بر نگشت، با یک به اصطلاح آزردگی از ایران رفت. و اهمیت کاری که ایشون کرد برای در اون دوره، حالا نمیگم طرفدار شاه باشه یا مخالف شاه، کاری که کرد یعنی ایرانو که داشت چند پاره میشد یک پارچه کرد، این توانای نیروی به اصطلاح نظامی رو داشت که تونست یک پارچه کنه و نظامی‌ها رو دوباره بتونه وادار بکنه که اقداماتی بکنن، این خودش یگانه است که هیچ وقت نه امریکا نه انگلستان نه روسیه در این فکر بودن. بعدش هم همون موقع که به اصطلاح از ایران میرفت با یک قهری رفت و میدونست که حداقل 20-25 سالی امنیت ایران در ایران امنیت رو قرار داده و داره از کشور میره. چطور فضل‌الله زاهدی پولی که خرج کرد بازاریا داده بودن یا این شعارهایی هستش که فلان که سگ از آمریکا اومدش با اینقدر پول نقد؟ و ببینید اولا آنچنان پولی که صحبتش هست ما فقط در افسانه ها شنیدیم، مخالفان اینو میگن، موافقان هم از هر کی که پرسیدیم، هر کی تو اون جریانات بوده، حداقل اونایی که دخیل بودن از پول سراغ ندارن. من با فرض کنید با کسی که تانکو برد به طرف خونه مصدق، چالا امیرخانیان بود اسمش، گفتم خب چی گرفتی در این ماجرا؟ گفت وقتی که بعدن اعلی وزیر دربار بود دیگه، اعلی بعدن گفت شما چی میخوای؟ من یه دونه ماوزر شیر خوشی نشان خواستم. گفتم اون یکی که حالا اسم نمیبرم یک دیگه چی خواست؟ گفت اون یک مغازه داشت قسطش نداده بود گرفت. یعنی پولی به اون صورت که ما میگیم میلیون ها خرج نشد، پولی که خرج شد روسا از همه بیشتر خرج کردن که در این باره صحبت نمیکنن. روسا هم 500 تا افسر رو خریده بودن. روسا حزب توده ببینید 14000 عضو داشت، درست بود؟ درسته که قانونا ممنوع به اصطلاح فعالیت بودن و حتی در زمان مصدق رسما دیگه وجود نداشتن، زیر زمینی بودن، ولی 14000 تا عضو اینا نگه می‌داشتن و 34000 نفر هم به اصطلاح اون زمان جیره خور اینا بودن که اینا وقتی میادن خونه 34000 خیابون 34000 نفر آدم میومدن. خب روسا خیلی پول خرج می‌کردن برای اینکه در بلند مدت روسا می‌خواستن جایگزین به اصطلاح انگلستان در اونجا باشن. با همه این حال این اتفاقاتی که افتاد، ما می‌دیدیم که این ملی شدن به ما آسیب رسون، نهایتا ما جریمه دادیم به انگلو ایرانیان اویل کمپانی اون موقع، و به جای اینکه اون موقع یه شرکت در ایران بود نفت رو استخراج میکرد، ما اومدیم 8 تا شرکت کنسرسیوم آوردیم، پولی عاید ایران نشد، چیزی عاید ایران نشد. این تنش هایی که این تک رهبران در اون موقع داشتن و دیگران که از این فرصت ها استفاده کردن، و در فرهنگ کشور ما تک رهبری اجازه نمیده که ما از مشاوران و از کسانی که دور بر هستن بهره بگیرن، سود ببرن، نظر بپرسن و فقط تایید بکنن، همیشه به مشکل روبرو هستیم، همونجور که الان در ایران با این مشکل روبرو هستیم. شما در نظر بگیرید کدوم فرمانده نظامی ما میتونه به آقای خامنه‌ای بگه آقا این کاری که میکنی اشتباه است؟ هر چی که بکنه میگه همینه که هست. در اون زمان هم اینطوری بود، های یه طرفدار شاه بودن، طرفدار مصدق بودن، طرفدار انگلستان، طرفدار امریکا. معممین اون موقع چیکار میکردن؟ چه نقشش داشت؟ خب ببینید، بروجردی بود، بهبهانی بود، کاشانی در این مورد فعالتر بود. البته اهمیت کاشانی از نظر یک آیت الله در اون موقع از بروجردی و بهبهانی پایین‌تر بود، اما اونا هم نمیخواستن که طیف چپ در ایران قدرت بگیره. وابسته نبودن اینا آیت الله؟ نه، کاشانی اینا، کاشانی خیلی آدم به چیزی بود، ماجراجو بود، حالا اینطوری میدید بیگانگانو میدید، با اونا صحبت میکرد، دار و دسته ای داشت. بالاخره با به مصدق حتی نامه می نوشت، می گفت این کارو اشتباه کردی، این کار اشتباه کردی. مصدق هم جوابی سربالا میداد، مثلا می گفت حضرت عالی مثلا نامه فرستادی، نامتون رسید، خیلی ممنون، پاسخ نمیداد، ولی قدرت داشت. کاشانی فرد سیاسی بود، مثلا در مجلس صحبت می کرد، در مثلا سر مجلس بود. بهبهانی و بروجردی بیشتر در میان مردم و به طیف راست. اسلام اصلا با کمونیسم زیاد سرکاری نداره، مخصوصا در اون موقع که ما میدیدیم کمونیست ها میخواستن واقعا کشور رو جدا کنن و فعالیت میکردن، و به اون طیف اعتقاد داشتن، به طیف راست. گردن کلفتا و قلچم آقا چی؟ ببینید
اینایی که همین گردن کلفت و قلچما که شما میفرمایید اینا که نظریه سیاسی به خصوصی نداشتن، اینا وسیله کار بودن، عامل مهمی بودن در ناآرامی ها که بیان خیابون. دیگه شما انتظار نداشته باشین یه دکتر جراح مثلا با چوب بیاد وسط خیابون بتونه دم مجلس هر وعده بکشه یا مثلا 4 تا توده ای رو بزنه. جامعه نیاز داره به آدمای به این صورت، هر جامعه، حالا چپ راست طیفه میانه و غیره. اینا نقشی داشتن و نقشی داشتن که اینکه مثلا وقتی که وابسته به چه گروهی بودن اونا میامدن عمل میکردن. اما اگه بخوایم بگیم اینا کسانی بودن که برنامه ریزی و طرح سیاسی داشتن و با انگلیس و امریکا و روس میتونستن بیشن از صحبت کنن پاشن، یا مثلا از حرفای اونا برداشتایی داشته باشن که بتونه به نفع کشور باشه، نه نداشتن. آدمای خوب و ساده‌ای بودن. میدونی که من یه گفتگوی خیلی طولانی با شعبان جعفری دارم و اونا حدود 10 ساعت گفتگو هستش راجع به تمام زندگیش. آنچه را که شعبان جعفری در توی فیلم ها یک جایی میگه، این سوالی بودش که این مطلبی بودش که شما عنوان کردید، گفتید که زاهدی تاج بخش بود. شعبان جعفری فامیل خودش کرده بود تاج بخش و ادعا میکردش که من تاج رو به شاه بخشیدم. این یه ادعای لوتی و اسلک اوورد. ولی از طرفی هم وقتی که ازش پرسیدم تو 28 مرداد چی کاره بودی، گفت هیچ کاره، گفت من تا ساعت 3 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر تو زندان بودم. ایشون تا ساعت 2 بعد از ظهر زندان بود. اتفاقا بر همین موردم خب منم باهاش زیاد صحبت کردم و نمیدونست اصلا چه میگذره. اصلا این کاری نبود. بله، اون ورزشکار بود، طبیب شده بود، کارهای ورزشی میکرد و در کاری که میکرد که ورزش باستانی است، واقعا این امتیاز باید حالا سوای مسائل دیگه. آقای جعفری وقتی اومد به ورزش باستانی شروع کرد، در کل ایران ما 17 تا زورخونه داشتیم که 3 تاش باقی مونده بود، بقیه اصلا شده بود باشگاه ورزش. این فقط در تهران تا روزی که از ایران اومد بیرون 40 زورخونه درست کرده بود، البته نه با پول خودش، ولی مثلا برای اتوبوسرانی یه جای درست کرده بود، نمیدونم این شرکت های بانک مرکزی یه زورخونه داشت، در این کار تخصص داشت. و ولی اون روز هم زندگیش هم در خطر انداخته بود، رفته بود گولم خورد یک بار. ولی اینی که میگن چاوکش بوده، شما میدونی اگه صحبت کردین من میدونم که میشناسینش، این تو عمر زن چاوک تو جیبش نذاشته بود. ولی افرادی مثل آقای جعفری هیچ وقت تصمیم گیری سیاسی نمی کردن یا نمی دونستن بکنن. بله، جزء حرکتی بودن که بزرگتر دیگران انجام می دادن، مثلا آقای زاهدی یا دیگران انجام می دادن، اینا هم در اون مسیر یا موافق بودن یا مخالف بودن، چون طرف مخالف هم بود. ولی خب بعضی زرنگتر بودن، مثلا آقای جعفری 100 بار مثلا از احمد جگرکی و نمیدونم احمد چرخی و نمیدونم هفت کچلون و از اینا بیشتر می فهمید، چون بالاخره مدیریت فکری داشت، کاری داشت، میتونست ساختمون یه فعالیت ها کرده بود. اشاره فرمودید که شاه با فضل الله زاهدی زیاد رابطه نداشت و خوش نمید، و چطور بود که اینقدر به پسرش محبت داشت؟ ببینید وقتی میگم شاه با ایشون موافق نبود، این میترسید. شاه از آدم پرقدرت در چنین شرایطی میترسید، برای که کم نبودن افرادی که بگن ایشون میتونه آورده همونجور که آورده میتونه شما ببره. چون آقای زاهدی، آقای فضل الله زاهدی، سپاه زاهدی خیلی آدم روکی بود. اگه در مثلا علم میومد میگو شاه به نظرش اینه که شما اینجوری بکنید، میگو نه آقای اشتباس، یا باید از امریکا اسلحه بخریم، میگو نمیتونیم بخریم اشتباس. کم داشتیم ما نظامیانی که در جلوی فرامین شاه وایسن. در یه دفعه در همین برنامه درباره فریدون جم صحبت میکردیم، فریدون جم، فضل الله زاهدی، اینا هدایت، اینا آدمهایی نبودن که به این نظامیانی بودن که استقوس داشتن و واقعا نظامی بودن. اونا هم شاه دوست داشتن، اگه دوست نداشتن که خودش میشد پادشاه، خودش جمهوری اعلام میکرد، اینا همه کار میکرد. و خانواده زاهدی احترام خاصی برای طبیعتا برای شاه هستش، شاه داشت. خود همین چطور شاه این رو متوجه نبودش که زاهدی میتونست اعلام جمهوریت بکنه ولی به شاه گفتش که برگرد؟ خب یه موقعی هست که در فکر آدم یه چیزهایی هست دیگه، که اون در فکرهای تک رهبران همیشه هست. تک رهبر استان در هر موردی به همه که شک داره. شما امکان نداره یک نفر رو، حالا باز چون صحبت تک رهبری بود، تک رهبری پیدا کنی در تاریخ که به کسی مضمون نشه.
با نزدیکترین کسانشو شک میکنه. خدمتتون عرض کنم در موردی که اینا مجسمه ها رو پای میوردن، بقایی رئیس پلیس بود، رئیس شهربانی بود که چیز انتخاب کرده، مصدق انتخاب کرده بود. وقتی که اومدم بیارم پایین، بقایی گفت سربازا نمیذارن این کار بکنه، مصدق گفت این رو بفرستین پادگان ها. همون صحبت که اول کردم، این رهبرای تک رهبر میخوام ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اون رفت و بعدش هم بقایی رو بیرون کرد، گفت شما تیراندازی کردین به مردم. اون موقع بود که افشار توس آورد. افشار توس آورد 4 روز بود رئیس شهربانی که دزدن. افشار توس یکی از آدمایی است که بیخودی اسمش خوب در رفته. ایشون در گرگان قبل از اینکه رئیس پلیس مصدق بشه، برای 4 روز هم بیشتر نبود البته، این زمینای گرگان، سلطنتی گرگان رو اداره میکرد، خیلی هم مردم رو اذیت میکرد. و وقتی روز چهارم بود اینو دزدیدن بردن با زجر کشتنش البته. مخالفین گفتن خب اینو مزینی، تیمسار مزینی و دیگران، مزینی چیکار داشت به رفشان توسو بگوشت؟ من اون موقع تابستون بودش و میرفتم توی مغازهی در خیابون لاله‌زار، بابام گذاشته بود من اونجا که کار یاد بگیرم، تجربه داره. بعد 27 مرداد رفتم، اومدم اونجا که برم مغازه، دیدم تو صاحب مغازه داره در میبنده، گفت بودو برو خونه. که برگشتم اومدم توی میدون وایسادم و اون قضیه مجسمه رو اینا رو دیدم و کامیونایی که رد میشد همه میگفتن مرگ بر شاه، یا مرگ یا مصدق و اینا. روز بعدش باز دوباره، من بچه بودم اصلا حالیم نبودش، باز دوباره سوار اتوبوس شدم اومدم که برم به سر کار. تو میدون تو خونه کسیم دیدم همون کامیونا، همون آدمای دیروزی میگفتن یا مرگ یا شاه، یا مرگ یا شاه، عکس شاه داشتن به جای من. وقتی اینو دیدم از همون موقع این مسئله سیاست در من فریز شد و تصمیم گرفتم هیچ وقت، هیچ وقت دنبال کار سیاسی نرم و نرفتم. عجیبه دکتر. بعد شاه چطوری برگشت؟ شاه رفته بود در هتل خشن تنیس بازی میکرد. یه نفر اونجا خرجشو میداده؟ نه، یکی خرجشو نمیداده. درباره مراد ارگه صحبت میکنن که مراد ارگه رفت هتل، چک سفید گذاشت امضا کنه. شاه اونور نداشت. شاه اونقدر پول داشت که احتیاج به پول مراد ارگه نداشته باشه. اون یک جستی اومد، جست قشنگ منظورم، که گفت چک سفید بنویسید و اشون گفتن نه، نیازی نیست. بعد خب یه مقدار فعالیت اشرف میکرد که با امریکایی‌ها و کسان دیگه در تماس بود. فرزند فضل‌الله زاهدی، اردشیر زاهدی، ارتباطاتی داشت با گفتگو بین امریکایی‌ها اینا. و وقتی که دیگه فضل‌الله زاهدی خودش دیگه برگردوند، مثلا موج برگشت، دیگه همه اخبار دیگه، یه دفعه هتلی که 4 تا خبرنگار نبود، 500 تا خبرنگار ریختن تو هتل که با شما مصاحبه کنن. و برگشت. موقع برگشتن دیگه این سفیرایی که در عراق و اینا بودن همه دویده بودن دم هواپیما، مثل 180 درجه دولا میشدن، ولی فایده خوب نداشت. من خیلی دلم میخواد که فرصتی بشه برم خدمت آقای زاهدی، بسیار زاهدی، و با ایشون صحبت بکنم و وقت راجب همین مسائلی که شما صحبت کردی با این با آگاهی هایی که الان دارم صحبت بکنم و ببینیم که نظرگاه ایشون که کاملا من میدونم با شما چیز میکنه هم خان هستش، صحبت داشته باشم. امید دارم که یک همچین شانسی نصیب من بشه. اما از شما میخوام سوال بکنم، اگه من تماشاگر اون وارد رو بیه بگم این آقای این حرفا چیه داره میزنی، این همش دروغه، چی داری بهش بگی؟ به کسی که به اینجوری فکر کنه اصلا جوابی ندارم بگم. خب من وقت رو تلف نمی کنم. خب حالا وقت رو دون تلف بکنیم. بله، اصولا تلویزیون و رادیو یک امتیاز منفی داره، یک امتیاز مثبت داره. شما وقت در یک جلساتی صحبت میکنید که مردم میان در اون جلسه شرکت میکنن، به میل خودشون میان، یا بلیت میخرن میان، یا میان بیاموزن، مثل جلساتی که در دانشگاه داریم و اینا. همونجور که قبل از اینکه این برنامه بیام اینجا، من صبح 4 ساعت در یه جا برنامه داشتم، مثلا 50-200 نفر در اومده بودن در اون حال و هر کدوم هم میدونم چقدر وقتت گرفته است و چقدر به من محبت داری که تشریف میاری. ولی چیزی که بود منظورم اینه، اونا که میان بگیرن، ولی تلویزیون شما نمیدید بیننده
در سایه نشسته. حالا این کمونیست، توده‌ای، شاهی، سواکی، طرفدار امریکا، طرفدار کدوم از کشوره؟ اینه که اینو فقط شما میگین، اگر علاقه مثل تلویزیون، کانال تلویزیونی برنامه رو دوست داری نگاه می‌کنین، یه برنامه رو دوست نداری نگاه کنین. اما از نظر تاریخی تا اونجایی که من میدونم، من مطالبی که در این برنامه شما تا حالا گفتم با نیت این بوده که فقط حقایق رو بگم و طبعا در مدت کمی که دارم، یعنی یک ساعت و نیم یا چقدر این برنامه هستش، سعی میکنم تا اونجایی که میشه به صورت اجمال و به صورت محدود. ولی هر کدوم از این آیتم ها رو یا سوتر رو میتونی بستش بدی و راجب تمامش تحقیقاتی که کردی، تمام اتفاقاتی که افتاد، چجوری بی سیم رو گرفتن، چجوری رادیو رو گرفتن، اینا خب اگه بخوام بگم خودش داستان داره. فدایانش ها چیکار کردن، انجمن جوامردان چیکار کردن، چجوری شبا تصمیم گرفتن، به کجا حمله کردن، چه داشتن، وسیله کارشون چی بود، توده یا چیکار میکردن، اینا همه هست. آره دکتر بامان، نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. امروز انقدر من چیز یاد گرفتم که من میخوام باز با تماشاگران صحبت کنم. من مطمئن هستم که این برنامه انقدر آگاهی میده، نه به آدمهایی که همسن من هستن، بلکه به آدمهایی که همسن پسر من هستن، جوانهامون خیلی میخوان بدونن که 28 مرداد چی بود و چه اتفاقی افتاد. من فکر نمی کنم که مستندتر از این برنامه چیز دیگری وجود داشته باشه. از شما پدرها، مادرها خواهش می کنم به فرزندانتون، به کسانی که نبودن در اون زمان و می خوان بدونن چی بوده. ما داریم راجع به 52 سال، 56 سال میشه، 28 سال. شما به دنیا نیومده بودید. در حال خیلی ها میخوان که این ماجرا رو بدونن و بدونن که چی بوده. در این برنامه میتونن نگاه بکنن، حالا یا از طریق اینترنت یا از طریق بازپخش های این برنامه که فردا ساعت 4 صبح خواهد بودش و همینطور روز شنبه آینده ساعت 8 بعد از ظهر. خانم ها، آقایان، مرسی، خیلی ازت ممنونم، واقعا اصلا روشنم کردیم.